سرخط خبرها. سطح کنونی خشونت ها در افغانستان بالاتر از هر معیار ممکن. خلیلزاد از طرف های درگیر می خواهد هر چه زودتر خشونت ها را کاهش دهند. طالبان در تلاش تضعیف جمهوریت. وزیر خارجه ایران می گوید که گفتگوهای دوحه با بنبست روبرو شده است. آتش بس فوری مهمترین اولویت حکومت افغانستان. There's a clear and urgent priority for us, a ceasefire. An urgent end to the violence will more than anything else give us a chance to progress. ناتو بر پشتیبانی دوامدار این سازمان از افغانستان تأکید دارد. طالبان عامل کشته و زخمی شدن 3500 غیر نظامی در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی. در چندین ولایت کشور آتش جنگ زبانه می کشد. یک جنایت کلان است علیه مردم افغانستان که از سوی طالبان انجام شده. بیننده خبر داد از یک با من نصرت منصور است. مشروع خبرها. یک عضو هیئت حکومت افغانستان در قطر میگوید طالبان در اصول رفتاری گفتگوها راهبرد را دنبال میکنند که سبب تضعیف جمهوری اسلامی افغانستان و در هم شکستن خواستهای مشروع مردم شود. این عضو هیئت گفتگو کننده با تلویزیون یک میگوید که طالبان درک کامل و احساس متقابل ندارند و هیئت این گروه دید تکروانی نسبت به جانب مقابل دارد. این عضو هیئت تاکید دارد که راه رفتن طالبان در یک جاده یک جانبه مذهب باعث تقسیم مردم و برهم خوردن زیست با همی خواهد شد. همزمان وزیر خارجه ایران میگوید که گفتگوهای دوحه با بنبست روبرو شده است. جواد تیموری گزارش میدهد. ظاهرا گفتگو کنندگان حکومت و طالبان راه دور و درازی را در پیش دارند. طالبان از اینکه تجربه موفقیت آمیزی در گفتگو با امریکایی ها داشته و در این گفتگوها هیچ عقب نشینی نداشتند، حالا از راهبرد به شدت سخت در برابر هیئت دولت افغانستان نیز استفاده می کنند. عضوهای هیئت گفتگو کننده حکومت در گفتگو با تلویزیون یک می گویند طالبان حرف آخر را اول زده اند و این گروه در اصول رفتاری راهبردی را در پیش گرفتند که باعث تضعیف نظام جمهوری اسلامی و در هم شکسته شدن خواست مشروع مردم شود. ما هر دو طرف موضوعات سخت داشتیم و داریم. بحثی نیست که کی زیادتر سخت است، کی زیادتر نرم است. مهارت مذاکره بیشتر به این بستگی داره که آیا ما به نفع افغانستان میتونیم راه های متعدد را جستجو بکنیم تا بتونیم به موضوعی را که مشکل آفرین میشه به رفع از او بپردازیم و برسیم. به گفته عضوهای هیئت گفتگو کننده طالبان راه برد توأم با تعاون و انعطاف را دنبال نمی کنند. چیزی که متاسفانه تا کنون وجود نداره از جانب هیئت طالبان درک کامل و دقیق از احترام متقابل و درک متقابله. به گفته آقای احمدی گفتگوها بر سر موضوع مذهب در افغانستان تا جای پیش رفته، زیرا طالبان نمیتوانند پیروان دیگر مذهبها را نادیده بگیرند. جاده مذهب اگر یک سویه و یک جانبه باشه مردم افغانستان تقسیم میشه، مردم افغانستان دو دسته میشه، ای به نفع ثبات افغانستان، امنیت افغانستان و زیست با همی در افغانستان نیست. با این حال وزیر خارجه ایران میگوید که روند کنونی صلح را امریکا رهبری میکند و نسبت به آن بسیار بدبین است. ما گفتگوها در دوحه را از نزدیک نظارت کرده ایم. متاسفانه این گفتگوها با بنبست روبرو شده است. برای کمک به این روند هر آنچه در توان ماست انجام می دهیم. اما صدمه که امریکا به این روند زده مشکل است تا آن را ترمیم کنیم.
از آغاز گفتگوهای قطر 10 روز می گذرد و به نظر نمی رسد که تا زمان حل اختلاف بر سر مرجع تصمیم گیری در گفتگوها که فقه حنفی باشد و یا در کنار آن فقه جعفری هم باشد، بحث روی آجندا و سپس گفتگوهای اصلی آغاز شود. رئیس جمهور غنی میگوید که برقراری یک آتش‌بس فوری در کشور مهمترین اولویت حکومت افغانستان و مردم است. آقای غنی در بیانیه به مناسبت بزرگداشت از 75مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد آغاز گفتگوهای رو در رو با طالبان را دشوارترین تصمیم خواند. او از جامعه جهانی میخواهد تا افغانستان را در راستای حفاظت از دستاوردهای 19 سال پسین یاری کند. در این حال فرمانده ارشد نیروهای متحد ناتو در اروپا در دیدار با رئیس جمهور غنی به پشتیبانی دوامدار سازمان ناتو از افغانستان تاکید کرد. همزمان با ادامه گفتگوهای صلح در دوحه و افزایش خشونت‌ها در افغانستان، رئیس جمهور غنی بار دیگر بر آتش بس فوری در کشور تاکید می‌کند. رئیس جمهوری در بیانیه ویدیویی به مناسبت از 75مین سالیاد بنیانگذاری سازمان ملل متحد می‌گوید که پایان هر چه زودتر خشونت بیش از هر چیز دیگر فرصت پیشرفت برای افغانستان را فراهم خواهد کرد. هرچند ما در افغانستان به گونه همزمان با چندین عامل بحران روبرو هستیم، ولی برقراری آتش بس برای ما یک اولویت روشن و فوری است. ختم هرچه عاجل خشونت ها بیش از هر چیز دیگر فرصت پیشرفت برای ما را فراهم خواهد کرد. رئیس جمهوری آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان را یک تصمیم دشوار می‌خواند و سازمان ملل و شورای امنیت می‌خواهد که افغانستان را در حفظ دستاوردهای 19 سال پسین همکاری کند. من می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و از عضوهای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل بخواهم که به ما کمک کنند تا بتوانیم به یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک در صلح با خود و منطقه که قادر به حفظ و گسترش دستاوردهای 19 سال گذشته باشد برسیم. با این همه رئیس جمهوری بر نقش مهم کثرت‌گرایی و ویژه سازمان ملل متحد برای رسیدگی به چالش هایی که افغانستان و جامعه جهانی با آن روبروست تاکید کرد. رئیس جمهوری گفت که افغانستان توانست با موفقیت از موج اول کرونا عبور کند، اما در این راستا به همکاری های جهانی نیاز دارد. سطح کنونی خشونت‌ها در افغانستان نظر به هر معیار ممکن بالاست. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که و کمیته فرعی کنگره آمریکا برای توضیح درباره سیاست اداره ترامپ در قبال افغانستان فراخوانده شده، از طرف‌های درگیر در افغانستان می‌خواهد که هر چه زودتر خشونت‌ها را به گونه چشمگیر کاهش دهند تا شمار تلفات مردم افغانستان کاهش یابد. او با تاکید بر ادامه فشار کشورش بر طرف‌های درگیر در افغانستان می‌گوید با کاهش خشونت فضای لازم برای موفقیت گفتگوهای کنونی میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان فراهم خواهد شد. از سوی با ستایش از کارکردش میگوید حاصل دیپلماسی 2 ساله او حفظ جان نظامیان آمریکایی و کاهش بار مالی بر دوش شهروندان این کشور بوده است. این گزارش مفصل گفته های آقای خلیلزاد تا دقایق دیگر نشر خواهد شد. حالا هم مصاحبه همکار نرگس اورخش را که در دوحه با حفیظ منصور عضو هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان داشته میبینیم. آقای منصور، مشکل این گفتگوها در چیست؟ چرا طالبان از موضع سخت گفتگوها را شروع کردن؟ برداشتم ایست که جانب هیئت طالبان در شناخت هیئت دولت اسلامی افغانستان دچار اشتباه و خطا شده بوده. و اون گونه که بعضی از رسانه ها تبلیغ میکردن که هیئت طالبان از مراجع مختلف هیئت دولت از مراجع مختلف معرفی شده، همه تیمی حکومتی نیست، یک ترکیب یک هیئت ترکیبی است. فکر میکردن که مذاکره با
جانب دولت بسیار کار آسانی است و هر چیزی که خواسته باشن به زودی به او دسترسی پیدا میکنه. یک نقطه، وقتی که وارد صحبت شدن که در حالی که هر یک از اعضای هیئت دولت اسلامی افغانستان خب دیدگاه خود داره، دیدگاه قومی خود داره، دیدگاه حزبی خود داره، ولی در مجموع از یک نظامی به نام دولت اسلامی افغانستان چه میکنن؟ حمایت میکنن. در مجموع همه طرفدار قطع جنگ و برقراری آتش بس هستن. این نقطه را دست کم گرفته بودن، یعنی نقاط مشترکی که بین اعضای هیئت دولت هست اینا را نادیده گرفته بودن. نکته دوم که من گفته نمیتونم اشتباه است، آنها شاید یکی از استراتژیشان نمی باشه که بحث از جاهای دشوار شروع کنن تا این گفتگوها به درازا بیانجامد، در کوتاه مدت به نتیجه نرسه. از این لحاظ بحثی که مربوط به طرز العمل بود و یک بیشتر جنبه تکنیکی داره و میشد که به سهولت رویسی به توافق رسید، به نقاط اینا تمسک جستن جانب طالبان، نقاطی را مطرح کردن و روش اصرار کردن که نقاط بسیار اساس بود و لابد جانب هیئت دولت افغانستان باید موضع خود میگرفت که گرفت. در نتیجه این امر باعث طولانی تر شدن مذاکرات شد. و جالب است که امروز باید یک جلسه وسیع تری را سران طالبا برگزار کردن که تمام کارکردهای گذشته خود بررسی خواهد گرفتن و انتظار است که با یک روی کرده جدید با یک نگاه تازه وارد گفتگو شود. آیا فقط در نظر گرفتن فقه حنفی برای حل مشکلات احتمالی در جریان گفتگوها میتونه مشکل دو طرف را حل بکنه و اینکه ای به معنی حذف یک طرف نخواهد بود و بعد دنبالش ممکن بتونه در موردهای بزرگتر و مسائل برای دولت افغانستان ارزش هستن تاثیر بگذاره؟ بدون تردید آنها روی یک موضوع ارزشی اصرار کردن که برای همه، برای پیروان مذهب جعفری نی، برای همه مردم افغانستان، برای حکومت افغانستان، برای همه از اهمیت بالایی برخوردار است. ما زمان ما در پی یک صلح و امنیت هستیم. صلح و امنیت زمانی در این سرزمین تامین میشه که همه باشنده های کشور، همه شهروندان با حقوق مادی و معنوی خود برسند و در غیاب تامین عدالت و احترام به عقاید و باورهای دینی تمام باشنده های افغانستان ما نمیتونیم سخن از عدالت بگوییم و ما نمیتونیم برای امنیت و ثبات در کشور مطمئن باشیم. درخواست طالبا برای حذف یک بخش بزرگ مذهبی افغانستان ای باور را ایجاد کرده که فکر طالبان در حال حاضر دیدگاه داعش را حمایت میکنه و پشتیبانی او قوی خواهد ساخت. آیا چنین چیزی را میتونیم حدس بزنیم؟ تعریف ما از خود مفکوره طالبان، دیدگاه طالبان که تعبیر ما طالبانیزم، طالبانیزم دارای سی زل است، یک مثلث است که سی تا زل دارد. اگر زل اول از این مثلث طالبانیزم دشمنی با مدرنیزم باشه، زل دوم زنت ستیزی است و زل سیوم هم شیعه ستیزی است. ما فکر میکردیم که در طول چندین سال جنگ و درگیری کشمکش اندکی در دیدگاه های طالبان تعدیل آمده باشه و شماری از رسانه ها هم بخصوص رسانه های غربی
بسیار تبلیغ کردن، بسیار جار زدن، بسیار سرصدا انداختن که خب طالبان نو شدن، طالبان آموختن، طالبان دیگرون، طالبان سابق نیستن. ما با کمال تأسف که ما وقتی که با این واقعیت ها نزدیک مواجه میشیم میبینیم که متاسفانه چیز زیادی ناموختن. رویه انحصار طلبی، رویه خودخواهی و حذف دیگران، اینجا بحث شیعه و سنی مطرح نیست. برای ما، برای ما حقوق بشر، احترام به حقوق بشر مطرح است. خب پیروان مذهب جعفری در افغانستان یک بخش بزرگی از باشندهای افغانستان تشکیل میده و بدون رعایت حقوق قانونی و حقه آنها ما نمیتونیم این تصمیم را بگیریم. ولی فرض کنین که اگر اینا این یک کتله بزرگ نباشن، یک جمع کوچکی هم باشن، هیچ کسی، نه ایت ما، نه حکومت، نه لوجرگه، هیچ مرجعی صلاحیت ایره نداره که حقوق بنیادی و حساسی یکی از شهروندان را زیر پا بکنه. و ما از این لحاظ باید از دریچه حقوق بشر به این قضیه ببینیم. و زندگی در جهان امروز بدون در نظر گرفتن حقوق بشر فکر میکنم که نشانه ایست که طرف به یک عقب ماندگی ذهنی روبرو باشه. با توجه به تعریفی که شما از طالبانیزم به دست دادین، پس تفاوتی بین طالب و داعش در حال حاضر وجود نداره؟ از نظر فکری من فکر میکنم که تفاوت زیادی بین طالبان و گروه القاعده و داعش من زیاد تفاوت نمیبینم. اگر تفاوتی باشه در نحوه سازماندهی این گروه هست و در روش مبارزاتی اونا هست که یکی به یک طریق و کسی هم به طریق دیگی اونا عمل میکنن. منشه فکری همه این گروپ ها برمیگرده به افرادگرایی، که افرادگرایی دینی گفته میتونه، و در آنجا نه فقط سخن از انحصار حق است که در ایته صلاحیت خودشون است، به خودشون تعلق داره، غیر خودیشان هر کس که است، بر دین و آیینی که است، آنها باطلن، مستحق سرزنشن. کسانی نرمتر سرزنش میکنن و عده دیگه هم در پی حذف و نابودی است. منبع اصلی تیم دولت افغانستان برای ساختن بدیل ها برای حل مسائل اختلافی قانون اساسی افغانستان است؟ برای ما بله. قانون اساسی افغانستان قانون اساسی است که تنها مردم ما، نماینده های مردم ما او را پذیرفته، بلکه مراجع دینی افغانستان هم شیعه و سنی در او را قبول کردن. و در گام سوم هم جهان نهادهای حقوق بشری بر او احترام گذاشتن. یعنی یک چیزی بوده که اجماع عمومی در این مورد وجود داره. خواست برخلافی از یک خواست است که هیچ کسی با او نمیتونه همراهی و همنوایی بکنه. طالبان اما باور دارن که نه نظام سیاسی که در افغانستان هست، نه هم قانون اساسی و نه ارزش هایی که تیم دولت افغانستان در موردش صحبت میکنه مهم هستن. در صورتی که این بدیل ها پذیرفته نشه از سوی طالبان، گزینه های بعدی شما چه خواهد بود؟ توجه داشته باشیم که هر گفتگوی دارای یک چارچوب وجود داره و این گفتگوها یک موضوع بیدر و بیپیکر نیست، یک میدان نیست که کاملا باز. یکی از اون مسائلی که کجا تعیین شده بحث حقوق اساسی است، یا
بحث فصل دوم قانون اساسی افغانستان است که او حقوق و وجایب شهروندان افغانستان است. اشیانی از سنی ها، از غیر آدم های مذهبی، کسانی که پیروی سایر ادیان هستند، روی اینها فکر نکنم که کسی توانی را داشته باشه اونا را معامله بکنه یا عقب نشینی بکنه یا چانه زنی بکنه. این چنین امتیازات را ما برای خود که نمیخواییم، برای طالبان میخواییم. اونا باید حق ای را داشته باشن که هر گونه که میخواهن پرستش بکنن پروردگار، هر گونه که میخواهن عبادت بکنن، هر چیزی که میخواهن در چوب قانون نظار بکنن، صحبت بکنن، حزب سیاسی تشکیل بدن. قد کل خواست ما ایست که ما نمیگیم که بین کاملا مثل ما بیندشین، ما نمیگیم که بین تمام چیزهایی را که ما فکر میکنیم شما فکر کنین، این درست نیست. ما میگیم که این جنگ راه درست برای رسیدن به هدف نیست. تجربه گذاشته نشون داد که جنگ یک وسیله بسیار ویرانگر است و ما را به نتیجه نمیرسند. شما بین دیدگاه هایتان هرچی که میخواین بدون توسل به جنگ، از طریق سیاست، از طریق تعلیم تربیت، از طریق گفتگو، خب بین انتخابات اگر نظام طالبانی واقعا یک نظام خوب است، خب مردم قانع بکنین بریم در انتخابات شما نظامتان را برین حاکم بکنین، این مشکل نیست. اما بالاخره در این ملک که یک تیراد باید زنده باشه که با شما باید حکومت بکنه. قصه سر عزیز، قصه سر این نیست که ما بگیم دعوت کنیم طالبان را اینطور فکر نکنین، اینطور فکر کنین، با فکرتون باشین، اما این فکرتون را از طریق کشتار مردم دنبال نکنین. این کشتار شما را به هدف نمیرسانه، این کشتار میتونه که مصیبت های فراوانی بر جامعه افغانستان تحویل، این کشتار حق سالمه را واکنش ایجاد میکنه مثل که ایجاد کرده. اینطور نیست که شما صلاح دارین کسی دیگه نداره، اینطور نیست که تو فیر کرده میتونی کسی دیگه فیر کرده نمیتونه. اما قصه ایست که بیاین اطریق مسالمت آمیز بر یک ما، شما در هیئت یک حزب سیاسی فعالیتتون رو دنبال بکنی، هدفتون رو دنبال بکنی. نظامی که در افغانستان حاکم می باشه مکلف است که زمینه را مساعد بکنه و برایتون مشکل تراشی نکنه. گفتگوی همکارم نرگس رخش بود با حفیظ منصور، عضو هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در دوحه. وزارت امور داخله میگوید از اثر حمله ها و تحرکات طالبان در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی 3500 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. سخنگوی این وزارت تاکید دارد که این تلفات در پی 7000 تحرک طالبان از آغاز سال روان خورشیدی تا روز گذشته بر غیر نظامیان تحمیل شده است. همزمان نبرد در چندین ولایت کشور جریان دارد و مقام های محلی از خونساز سازی و شکست حمله های برنامه‌ریزی شده طالبان بر ولایت های بدخشان، غزنی، میدان وردک و پنجشیر و وارد کردن تلفات سنگین بر این گروه خبر میدهند. شکیب مولوی زاده گزارش میدهد. غیر نظامیان قربانیان اصلی نبرد در کشور. از آغاز سال روان خورشیدی تا روز گذشته نزدیک به 3500 غیر نظامی در کشور جان باختند. وزارت داخله دوام نبردها از سوی طالبان را عامل بنیادی تلفات غیر نظامیان دانسته و تاکید می‌ورزد که این شمار غیر نظامیان در نتیجه 7000 تحرک طالبان مشمول حمله های تهاجمی و ماین‌گذاری این گروه کشته و زخمی شدند. 3500 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح شدند که یک جنایت جنگی است و یک جنایت کلان است علیه مردم افغانستان که از سوی طالبان انجام شده. در حالی که هیئت حکومت و طالبان در دوحه سرگرم چانه‌زنی بر سر نهایی سازی موردهای اختلافی برای آغاز گفتگوهای صلح هستند، اما اینجا هنوز هم بر تبل جنگ کوبیده می شود.
بدخشان از ولایت هایی است که شب گذشته گواه حمله تهاجمی گسترده مخالفان مسلح دولت بوده است. مقام های محلی می گویند این حمله با تلفات سنگین شورشیان به عقب زده شده است. در نتیجه این درگیر 6 نفر از گروه مخالفین مسلح دولت کشته، 3 نفرشان هم زخمی، 2 نفر از نیروهای امنیتی زخمی سطحی برداشتند و دوباره طالبان عقب نشین نمودند. از غزنی هم مقام های محلی از شکست برنامه طالبان برای حمله به مربوطات ناحیه سوم شهر غزنی و ولسوالی گیلان این ولایت خبر می دهند. استوال مخالفین و گیلان ولسوالی مرکز باندی هم حمله کرده چی هوایی زواک مرسه هم رسیده ده از مکنی زواکونو مقاومت کرده پترس که سلورتن و استوال مخالفین چی ده غزنی ده گیلان ولسوالی ده شنکی و ده پیتاو ده سیمی و ده پاکستانی و چکوت انتقال سویده. در شمال کشور تلاش برای ناامنسازی 5 شیر که از ولایت های امن کشور به شمار می آید بیشتر شده است. این بار یک گروه 6 نفری طالبان بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی اونابه این ولایت حمله کردند که به بازداشت 3 تن از افراد گروه طالبان انجامیده است. در درگیری که میان مردم و این گروه صورت گرفت، 1 تن از مردم محل نیز زخم برداشت و این را باید بگویم که 5 شیر هیچگاه محل امن برای طالب و برای سایر گروه های توریستی نیست و نخواهد. در سوی دیگر قندوز از ولایت هایی که مردمانش گواه شدیدترین نبردها در جریان سالهای پسین بودند هنوز هم روزهای دشواری را سپری می کنند. 2-3 روز پیش در قریه جوی بگم در سر جنگ های بین دولت و مخالفین حکومت به وقوع پیوستند. در این جنگ تقریبا در حدود 200-200 فامیل از این قریه آواره و مهاجر شده بودند. خواست جدی اینان رسیدگی به آسیب دیدگان نبردها در این ولایت است. حال شکر خیریت است، اما از دولت می خواهیم که دوباره در امنیت قشلاق ما توجه بکنند و خانه‌ای که تخریب شده امروز هم کمک و همکاری بکنند. ما میرا گشنه و تشنه بالا به تشنه ما میرا پاس دیگه دوباره جور کردیم کوچ کردیم می گفت درای ما پوش کده یا بعد دیگه پاس نه دیگه دوباره خراب شده. ولی ما هم لرزه دادم 6 تیپ جگان خیمه پیدا کنیم بعد بین اول بزنیم ما زمستان خود را تیر کنیم. بر بنیاد معلومات نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، هماکنون نبردها در دست کم 15 ولایت کشور ادامه دارد و هر روز از نظامیان و غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. نبردی که نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به شدت از آن نگرانی کرده و تلفات غیر نظامیان در نتیجه خشونت‌های روان را بی‌سابقه دانسته است. در مورد تشدید نبردها بیشتر صحبت میکنیم و تاثیر صلح و گفتگوهای صلح و تشدید نبردها و همچنان بحث مهمتر از اویی است که در وقت زمانی که جنگ ها شدت پیدا کرده سخنگویان نهادهای امنیتی متاسفانه نه وزارت داخله و نه هم وزارت دفاع در پیوند به وضعیت امنیتی کشور صحبت میکنند با رسانه ها. کتمان خبرها در مورد نبردها از سوی این دو نهاد امنیتی خود چالش است در برابر رسانه ها و آزادی بیان که حکومت افغانستان خودش را نماینده دفاع از آزادی بیان هم میداند. در این مورد بیشتر بحث میکنم آقای جنرال ظاهر عظیمی نظامی پیشین اینجا در استیدیو با من هستن. آقای عظیمی بسیار تشکر که فرصت گذاشتین. بحثی است که حکومت در حالت دفاعی است در میدان نبرد یا این که تبلیغات به حد گسترده است از جانب مقابل که خطر را بیشتر نمایان می سازه برای مردم افغانستان. عملکرد حکومت ضعیف است یا این که دشمن بیشتر تبلیغات می کنه؟ به نام و یاد خدا سلام به شما بیننده های محترمتان، همکارایتان. اردو موضوع شما درست میگین. طالبا جنگ یگانه ابزار میدانن که توسط از او میتونن امتیاز بگیرن. نه تا کنون برنامه سیاسیشان، نه برنامه اقتصادی، نه برنامه اجتماعی یا فرهنگی چیزی ارائه ندادن. تنها چیزی که اینو ادار کنن گپشان همی بوده که حکومت اسلامی، او رو هم یک تعریفی برای از او ارائه ندادن که می حکومت اسلامی بر چی مبنای استواره. چون در جانی که ما و شما زندگی میکنیم خیلی کشورها ادعای حکومت اسلامی دارن و خود افغانستان هم نام جمهوری اسلامی اسلامی هست و اولین ماده قانون اساسی از او هم بر این مبنا است که هر قوانینی که برخلاف اصول اسلام باشه او قانون نیست. فلاز طالبا یگانه ابزارشان جنگه. استراتژیشان طوری هست که از یک طرف جنگ شدت بدن،
از یک طرف خود شارک های اقتصادی برسانند مثل معادن، منابع و گمرکات، شاراها که بتانند از لحاظ مالی مستقلشن، جنگ بکشانند به اطراف شهرها و تا جایی که ممکن هست برشان به درون شهرها. طرف افغانستان اعلان کرده که ما در یک مدافع فعال هستیم، هرچند در ترمینولوژی نظامی مدافع فعال تالت یک تعریفی نشده، اما برداشتی هست که اگر جنگ صورت بگیره با ما با تمام قوت با او برخورد میکنیم، مدافع نمیکنیم، برخورد میکنیم، یعنی جنگ میکنیم. اما واقعا نیروهای امنیتی تانستن برخورد کنن با طالبان؟ متاسفانه که در استراتژی نظامی باید در این طور یک شرایطی که طالب تمام ظرفیت خود گذاشته بر جنگ، از یک طرف از لحاظ تبلیغاتی فضای جامعه رو بسیار تحت تاثیر آورده، حتی فضای دنیا رو به گونی از گناه به حمایت خود در آورده. شما اظهارات آقای خلیلزاده، آخرین اظهاراتش رو ببینین، در حالی که تمام عملات از طرف طالبای به تایید تمام منابع مستقل نه دولت، و به باد آقای خلیلزاد میخواه از دو طرف جنگ خشونت‌ها رو کاشت بدن، در حالی که اینجا آقای خلیلزاد باید از نفوذ خود استفاده کنه سر طالبا فشار بیاره که توافق ماش با شمایی بود که خشونت کاهش بده نه افزایش. با توجه به وضعیت طالبا دولت نتونسته در استراتژی نظامی خود یک تغییرات بیاره. من به نظرم میناییست یک آدم نظامی میایه ای که دولت باید در استراتژی خود باید یک بازنگری بکنه. نیروهای کماندو و نیروهای ویژی که داره اگر در مرکز یا مراکزی در حال مدافع هستن که هستن، اونا رو بکشه، اونا رو تغییر بده به گروهی به اصطلاح ضربت یا گروهی فعال. یک بس بسیار پیچیده است آقای عظیمی. چقدر موافق این تحلیل هستین که حکومت افغانستان توانایی سرکوب مخالفین را داره ولی بازی سیاسی با نیروهای امنیتی اجازه سرکوب مخالفین را در میدان نبرد؟ من موافق نیستم به خاطر از اینکه ظرفیت طالبان بسیار افزایش یافته، جنگ گسترده شده. همین نظامی هم مثل علم اقتصاد، مثل علم سیاست یک علمه. امروز دیروز بود به فکر میکنم که رئیس جمهور اظهار کرد که ما برای 100 یا 150 هزار نیروی طالبان برنامه دارن، یعنی به نوعی پذیرفت که 150 هزار نیرو وجود داره. ما 150 را اعلام میکنیم، میایم پشت سرد میگردیم اما کمیتی ها. اگر 100 هزار نیروی طالب یا 100 هزار نیروی گورلا، در پرنسیب مصابت میکنم، اگر 100 هزار نیروی گورلا به یک کشور رشته باشه، بخاطر که اوضاع شما بتانیم 100 کنترل کنیم، به 1 میلیون قوت ضرورت دارین، در حالی که افغانستان 400 هزار داره. لذا ظرفیت هم ایجاب نمیکنه که به حد سرکوب بشه که در هیچ جای سر بلند کردن نمیتونه. اما از همین توانایی موجود، یک طرف پتانسیل هایی که در درون مردم وجود داره، از لحاظ بسیج مردمی، حمایت مردمی، نسل جوانی که در این سیستم به دنیا آمده و تربیت شده، تغییرات میتونه در استراتژی بیاره که تمام این ابزارها را استعمال کنه به خاطر از اینکه جلو جنگ بگیره، طالبا رو متوقف کنه تا صلح را احیا کنه. پس موافقی تحلیل نیستین که خارجی ها مخصوصا امریکایی ها در مرکز و سوق اداره مداخله هایی داشته باشن؟ زیاد حالی ندارن، به خاطر که امریکایی ها دیگه بسیار وقت است که به جنگ مداخله نمی کنن، تنها در بخش هوایی حمایت می کنن. امریکایی ها فقط همینقدر که به مشوره اگر ضرورت بود از اونا مشوره می گیرن. چون ما به جریان جزئیات هستم، یعنی با توجه به سوابق وزارت دفاع، در حال حاضر نیروی امنیتی افغان به صورت مستقل عملیات های زمینی خود پیش میبره و یکی هم از دلایلی که واسه پذیری بیشتر شده اینه که هیچ نوع همکاری با ایالات متحده آمریکا و ناتو وجود نداره، تنها در بخش آموزش، مشوره دهی و بخش هوایی. در بخش هوایی هم فقط در بخش تزیجات و آموزش، نه در حمایت به اصطلاح بمبار و بعضی مسائل دیگه هوایی. اما وزارت دفاع داخل امنیت ملی مخصوصا شورای امنیت یک بازنگری وسیع باید بکنه. من به نظرم میاد که اینا بسیار کادر علمی بسیار مهم به خود از دست دادن. علم نظامی مثل علم ملکی نیست. امیر، من امیدوارم شنونده هاشون با دقت بیشتر اینه. اگر شما در ملکی میریم پیشدی خود در رشته اقتصاد میگیریم، مستقیم میاییم معین وزارت اقتصاد میشه، هیچ گپی هم نیست، کار بسیار خوبی هم هست چون شما تحصیلات تالی داریم.
اما در نظامی اگر شما بریم تمام مراحل نظامی خورتای کنیم، وقتی توران باشین میایم تورانین، به خاطر اینکه باید قماندانی طلایی بکنیم، قماندانی کنک بکنین، قماندانی لوا بکنین، پله به پله بیاین، چون تجربه و علم هر دو مکمل یک دیگر در نظامی. متاسفانه تجربه یک مقدار در اردو کاهش یافته، تمام کادر مسلکی و با تجربه که از لحاظ مسلکی چی از لحاظ تجربی بوده تقاعد کرده، هیچ عیبی نداره که اینا رو پس بخواین. بسیار کوتاه آقای عظیمی، یک بخش دیگر هم شما کار کردین در وزارت دفاع افغانستان، پاسخ‌دهی به مردم کتمان میکنن، بسیار وقتا صحبت نمیکنن با رسانه، چقدر تاثیر میمونه روی وضعیت به نفع دشمن؟ یک سخنگوی خوب به نظر من است که بتونه اعتماد مردم جلب کنه و مردم باور کنن که این راست میگه، و چون در محیطای دموکراسی حاکمیت از آن مردمه، حق دارن که بفهمن چی اتفاق افتاده و مردم آمادگی دین دارن که بپذیرن که جنگ است، جنگ هم بدون تلفات نمیشه، گاهی کمتر و گاهی بیشتر. هر قدر که حقایق به میدان بیایه، به همون اندازه اعتماد برای گفتنشان میشه زیاد میشه. و در غیر از او اگر یک وقت راستم بگم، چون مردم همیشه که راست نشنیده، همون راست هم باز همیشه به شک نگاه میکنه. ممنون حضورتان آقای عظیمی. در ادامه خبرها، حکومت متهم به بی‌ارادگی در مبارزه با فساد اداری. برگزاری نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران افغانستان با حضور بیش از 100 شرکت ایرانی. همان گونه که پیشترم گفتم، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میگه که سطح کنونی خشونت‌ها در افغانستان نظر به هر معیار ممکن بالا است. او در کنگره امریکا در یک کمیته فرعی سخنرانی میکرد. همکار مهدی اخلاقی گزارش داره در مورد گفته های زلمه خلیلزاد. این مرد که کارش در دو سال گذشته با انتقاد و خوشبینی های زیادی در داخل امریکا و افغانستان روبرو بوده، به کمیته فرعی نظارت و اصلاح کنگره امریکا آمده تا درباره پالیسی اداره ترامپ در قبال افغانستان به نمایندگان توضیح دهد. عضوهای کنگره اول از او قسم میگیرند که هرچه را در اینجا میگوید دروغ و فریب نباشد. آقای خلیلزاد میگوید که هدف نهایی امریکا از گفتگوها گرفتن تضمین استفاده نشدن خاک افغانستان برای حمله به منافع امریکا و متحدانش و همچنین رسیدن افغانستان به توافق سیاسی و آتش بس دائمی است. همان طور که شما می دانید، گفتگوها در 12 سپتامبر آغاز شد. واقعا یک لحظه تاریخی بود. هیئت‌های افغانستان از هر دو طرف درگیر بدون میانجی و تسهیل کنندگان جهانی برابر هم نشستند تا به جنگی که فراتر از 40 طول کشیده نقطه پایان بگذارند. گفتگوها به رهبری و مالکیت افغان‌ها است که دو طرف سرگرم بحث در مورد نقشه راه برای آینده کشورشان هستند. او گرچن آغاز گفتگوها را یک لحظه تاریخی می‌خواند، اما تأکید می‌کند که سطح کنونی خشونت‌ها نظر به هر معیار ممکن بلند است و خلاف فضای اعتمادی است که برای موفقیت گفتگوهای کنونی نیاز است. نظر به هر معیار، سطح کنونی خشونت‌ها خیلی بالاست. ما می دانیم که کاهش خشونت ها ممکن است. طالبان در دوی داتش بس کردند. در 7 پیش از امضای توافقنامه صلح با امریکا در 29 فوریه خشونت را کاهش دادند. ما امیدواریم که گفتگوهای کنونی به زودی منجر به کاهش قابل ملاحظه خشونت ها از سوی تمام طرف ها شود تا از شمار افغان های بکاهد که هر روز کشته و یا زخمی می شوند. او تأکید دارد که کشورش فشار بر هر دو طرف درگیر را برای کاهش خشونت‌ها ادامه خواهد داد. خلیلزاد با ستایش از کارکرد خودش در 2 گذشته میگوید جان آمریکایی‌ها را حفظ و بار مالیه را از دوش شهروندان این کشور کاهش داده است.
او در این نشست با تاختن بر رهبران مجاهدان در دهه 1990 میلادی ابراز امیدواری میکند که این بار رهبران افغانستان مسئولانه و عاقلانه عمل کنند. Afghan leaders did not behave responsibly or judiciously. متاسفانه رهبران افغانستان با عنوان نتیجه نهضت مقاومتگرانانه ای که از سوی ایالات متحد پشتیبانی میشد پس از خروج نیروهای اتحاد شوروی مسئولانه و عاقلانه رفتار نکردند. به جای همکاری و توافق بر سر یک فرمول سیاسی بر سر کشورشان آنها جنگ شرورانه ای را آغاز کردند. ما امیدواریم که این بار از این فرصت استفاده کرده و از تکرار آنچه در 1990 اتفاق افتاد جلوگیری کنند. او به عضوهای کنگره اطمینان می‌دهد که دولت آمریکا قابلیت دفاع و حفاظت از ایالات متحد را برای همیشه نگه خواهد داشت، اما نه از راه حضور نظامی در افغانستان، بل از طریق نگه داشتن افغانستان با عنوان متحد نزدیک در امر مبارزه با هراس افکنان جهانی. اما معلوم نیست که منظور نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا از نگه داشتن افغانستان به عنوان متحد طالبان است و یا حکومت کنونی و یا هم گزینه سوم. وزارت امور داخله در 3 سال گذشته تنها توانستن نزدیک به 22% قرارهای بازداشت دادستانی کل را عملی کند. راه دشوار حاکمیت قانون در افغانستان. وزارت امور داخله در 3 سال گذشته تنها توانسته حدود 22% قرارهای بازداشت دادستانی کل را عملی کند. مسئولان این وزارت تایید می‌کنند که در این مدت از میان 5705 قرار بازداشت ارسال شده به این نهاد تنها موفق به عملی کردن 1246 قرار شده است، که بر این اساس از میان 7639 فردی که بعد بازداشت می‌شدند تنها 1637 متهم بازداشت شدند. دیگر متهمان به دلیل‌های گوناگون از جمله حضور در بخش‌های زیر اداره مخالفان مسلح دولت از قانون مصون ماندند. مجموع قرارهای سارنوالی تا سال‌های 95، 1395، 1396 و 1397 5705 قرار است که شامل 7639 نفر میشن. از این مجموع به تعداد 1246 قرار تا اکنون تطبیق شده که شامل گرفتاری 1637 نفر میشه. سخنگوی وزارت امور داخله اما تأکید دارد که قانون بر همه به گونه یکسان تطبیق می شود و در 1 سال گذشته نزدیک به 2600 منصوب پلیس که از وظایف و صلاحیت هایشان سوء استفاده کرده بودند بازداشت و به دادستانی نظامی معرفی شده اند. هر قرار گرفتاری که نزد پلیس باشه ما برای تطبیقش اراده جدی داریم. سر آقای کرام‌الدین عملیات شد برابری که در او ساحه او از نفوذ مردم استفاده کرد و ما برای از اینکه بر مردم آسیب نرسه به او عملیات موفق نشدیم، اما هر وقت و هر زمان در هر کجایی که باشه قانون باید تنفیذ شوه، تطبیق شوه و ما اراده ما جدی است. ما اونا را بتانیم حاضر بسازیم تا از یک طرف مکلفیت خود در قسمت تطبیق قانون به گونه یکسان بالای همگان انجام داده باشیم و از طرف دیگه هم نگرانیایی که شهروندای کشور در رابطه به برخی از افرادی قابل تعقیب عدلی بودن اما اونا آزادانه گشت و گذار میکردن از جانب دیگه پایان ببخشیم. تطبیق نشدن قانون به گونه یکسان از انتقادهایی است که همواره به نهادهای عدلی و قضایی وارد می شود. رهبری سیاسی دولت افغانستان هیچ ارادی برای تامین استقلالیت پلیس، سارنگاری و قضا ندارد و از سوی دیگر این نهادها تلاش جدی برای تامین و تثبیت استقلالیتشان انجام ندادند. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های پیشین دولتی که متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، فساد، رشوه، سوء استفاده جنسی و دیگر جرایمند بازداشت نشدند، اما دادستانی کل و وزارت امور داخله خوشبین هستند که این دو نهاد در عملی کردن قانون جدی عمل خواهند کرد. شمار از عضوهای مجلس سنا حکومت را به بی‌ارادگی برای مبارزه با فساد اداری در کشور متهم می کنند. کمتر از 2 ماه به نشست ژنو مانده، نشستی که حکومت باید به متحدان جهانی ثابت کند که در مبارزه با فساد در 1 سال گذشته موفق بوده است.
اما اینجا در سنا انتقادها بر این است که حکومت در راستای بررسی یکسان پرونده های فساد اداری علاقه و اراده چندانی ندارد. دو ماه پیش سرپرست بانک مرکزی به اتهام برداشت غیرقانونی 15 میلیارد افغانی از ذخیره ارزی بانک مرکزی به پیشنهاد معاونیت دوم ریاست جمهوری و تجویز دادگاه عالی به وزارت مالیه به دادستانی کل معرفی شد. حالا کمیسیون سهم شکایت های مجلس سنا اینجا انتقاد دارد که حکومت به این پرونده و اتهام اخراج غیرقانونی مقام های بلندپایه بانک مرکزی از سوی رئیس کنونی این بانک رسیدگی نکرده است. بعد از اینکه تا این سرحد که ما شما میبینیم فساد اینقدر دزدی چور بی امنیتی خود انوز ما را سرکوب میکنه خود ما مجبور که صدای خود بکشیم. رسیدگی نشدن به اتهام های فساد بر سرپرست پیشین وزارت مالیه نیز انتقاد دیگر این کمیسیون است. این بیوازی که قانون را تطبیق بکنه از قانون بیخبر میخواه که دیگه کمیسیونش کس روان نکنه به خاطری که ما رشوت اونا نمیخوریم یا گپی حکومت قبول نمیکنیم یا چیزی فسادی که حکومت سوره کمیسیون است که افشا میکنه. ریاست جمهوری و بانک مرکزی در این مورد چیزی نمیگویند، اما مسئولان در وزارت مالیه میگویند که 12 میلیارد افغانی برداشت شده از بانک مرکزی از ذخیره این بانک نه بل منفیت بانک مرکزی در سال گذشته بوده است. په 1999 یا فعلی مالی کال کې من د افغانستان بانک څخه داسې هیڅ کوم د 15 میلیارد افغانیو انتقال نه لرو چې په هغه کې د ولسمشر د دوهم مرستیال او یا هم د هیواد د سترې محکمې مسله داخله وي. هیڅ نو داسې انتقال نه لرو. د کال په پیل کې د افغانستان بانک څخه 12.5 میلیارد افغانۍ چې د دغه بانک د 1999 کال مفاد دی او بانک چې کله خپل تفتیش وکړه قانوني تای مراحل وکړل دغه پیسې د قانون مطابق د افغانستان خزانې ته انتقال کړلې. این سناتور همچنان وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی و والی برحال ننگرها را به دخالت در کار مجلس سنا متهم می کند. امرخیص اونا به رئیس جمهور گفته که پارلمان نظر به قانون اساسی نمی تانه که کمیسیون یک وزیر معرفی کنه به لوی سرنوالی. تانوز و آقا این خبر هم نداشت که پارلمان صلاحیت داره یا نداره. این خبر بی خبر باز با رئیس جمهور پیشنهادم کرده که به کمیسیون شکایت مشانجرگا ما بعد از این اگر تو موافق هستی هیچ مامور ما روان نمیکنیم به خاطر که یک دردسر است برای ما. آقای امرخیل اما در این مورد چیزی نمیگوید. برخی از آگاهان هم از چگونگی مبارزه حکومت با فساد اداری در کشور انتقاد میکنند. زکه تر اوسه پورې د فساد سره د مبارزې لپاره خپلواک کمیسیون نه جوړ کړی، د فساد دوی دوسیه پر مخ نه دی وړل شوی او حکومت په دې نه ده توانېدلی چې د خلکو سره د فساد ختمولو لپاره هغه ژمنې چې دوی کړې وې هغه عملي کړي. این در حالی است که تنها امسال وزیر پیشین ساعت آمه با 4 معین برحال و پیشین آن و همچنان 4 والی برحال و پیشین ولایت های هرات، نورستان، میدان وردک و بدخشان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. در ادامه در 75مین سالگرد تأسیس سازمان ملل دبیر کل این سازمان خواستار همکاری کشورها در مقابله با چالش های جهانی. نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران افغانستان با حضور بیش از 100 شرکت ایرانی در شهر کابل برگزار شد. سفیر ایران در کابل میگوید که ایران آماده ی سرمایه گذاری و انتقال فناوری در افغانستان است تا این کشور بتواند صادراتش را در منطقه افزایش دهد. سرپرست وزیر صنعت و تجارت افغانستان در مراسم گشایش این نمایشگاه تاکید دارد که کالاهای قاچاق و پیمانی زیاد از ایران وارد افغانستان می شود و مقامهای ایرانی باید جلو قاچاق این کالاها را بگیرند. در مورد نمایشگاه که امروز برگزار شده و تلاش برای این که ما اقدام کنیم برای جلب توجه سرمایه گذاران داخلی تا خارجی، اینکه چقدر فرصت ها را سرمایه گذاران خارجی از افغانستان خواهند گرفت و بیرون خواهند بود بیشتر بحث میکنم. آقای رحیم الله سمندر رئیس اجرایی اتاق صنایع و معدن اینجا در استودیو با من هستند. آقای سمندر بسیار تشکر که فرصت گذاشتید. شما و بیننده محترم سلام تقدیم میکنم. فکر نمیکنین که خارجی ها وقت سرمایه دارانشان میآیند نمایشگاه برگزار میکنن این بسیار با ضرر ما باشه؟ از نظر تولید اگر بگویم از نظر اتاق صنایع معدن افغانستان به ضرر افغانستان هم هست، به ضرر سکتور تولیدی افغانستان هم هست. منتها باز به شما معلوم است نظام اقتصادی افغانستان نظام بازار آزاد است، اقتصاد بازار آزاد و دویجه میتونه نمایشگاه بین‌المللی هم برگزار شود. از یک لحاظ
این خیلی کمک میکنه در نشان دادن از اینکه افغانستان هنوزم یک جای مناسب برای سرمایه گذاری هست، برای کاروبار هست، برای تجارت هست، برای بخشای مختلف سرمایه گذاری هست و همچنان صادرات و واردات هست. از این لحاظ باز این کمک میکنه به افغانستان برای امو اعتمادی که باید به میان بین سکتور داخلی و خارجی و همچنان امو مشابقاتی که دولت داره یا سکتور خصوصی داره که بیاین افغانستان سرمایه گذاری کنین یا تجارت کنین یا هم تشبثات داشته باشین. با اکثر کشورها در منطقه و مخصوصا در همسایگی معاملات تجارت داره افغانستان. رابطه تجاری با ایران چگونه است؟ نمایشگاه یک گام است که میتونه این رابطه را تقویت کنه. ما با ایران کشور دوست و همسایه ما رابطه های تجاری وسیع داریم. قسمت بزرگی از مواد خوراکی افغانستان از سمت غرب افغانستان از بندر اسلام قلعه و بنادر ولایت نیمروز و فرا وارد افغانستان میشه. برای شما معلوم است که در اواخر تعزیراتی که بر ایران وارد هست، ایران پول ایران خیلی پایین آمده، اینفلاسیون خیلی بالا بوده و همچنان فشارهای اقتصادی سر ایران خیلی زیاد هست. تولیداتی که ایران داره بخصوص در بخش مواد غذایی، بخشای بهداشتی، بخشای دیگه، این در افغانستان بازار خوب داره، ارزان تمام میشه، تجارای افغانی میرن وارد میکنن. حتی بعضی مواد خام ما از برای صنعت در بخش ماشینری هم حتی مواد از ایران وارد میشه. این تجارت نرمال بوده و دوام داشته. قسمت بزرگی از مواد خام صنایع هم از ایران وارد میشه که این از گذشته یک روتین است و فکر میکنم قسمتی حتی از شرکت های ایرانی آمدن افغانستان سرمایه گذاری کردن. تعدادی از شرکت های بزرگ ایرانی تا بتونن از یک تعداد مشابقاتی که داخل افغانستان هست از تعرفه ترجیحی استفاده کنن، صادرات داشته باشن از داخل افغانستان به کشورهای منطقه یا آسیای میانه، که این هم بخشی از اینی برنامه هاست و ما تشویق میکنیم کشورهای همسایه افغانستان که تا بتونن به جای از اینکه در مسائل جنگ و نزاع و مسائل دیگه دست داشته باشن، بیان اینجا در سرمایه گذاری دست داشته باشن، در سرمایه گذاری سهم بزرگی داشته باشن، در مسائل ترانزیت از افغانستان نزدی چهارراه اقتصادی استفاده کنن و کشورهای دیگه برن، چون این زمینه مساعد است فعلا هم برای پاکستان، هم برای ایران، هم برای هند، هم برای چین و کشورهای دیگه منطقه و همچنان از آسیای میانه میتونه زمینی خوب ایجاد شوه تا ما بتانیم تاجیکستان بتانه از طریق افغانستان با ایران، ازبکستان بتانه از طریق افغانستان با ایران، یا هم هند و پاکستان بتانه از طریق به شمول ایران از طریق افغانستان و بازار آسیای میانه رو بیاره. بیشتر علاقه مندی ایرانی ها در نمایشگاه امروز شما دیدین بیشتر به چی تمرکز دارن؟ چقدر علاقه مند هستن؟ روی چی سرمایه گذاری کنن در افغانستان؟ سرمایه گذاری علاقه مندی های تعدادی از تجار و سرمایه گذار ایرانی که به اتاق ما بودن در گذشته هم تماس های داشتن، بازار میبینن، شرکت هایی که هنوز وارد مارکت افغانستان شده در بخش های مواد غذایی بوده، در بخش های شوینده باب بوده، در بخش های بهداشتی بوده و حتی علاقمندی در بخش قطعات آهنی بوده که علاقمند هستن سرمایه گذاری کنن، چون بر شما معلوم است قسمتی از امی خود پلیت های آهنی را برای فابریکات ذوب ما از ایران وارد میکنیم، چون بر شما معلوم است بعد از تعزیرات آهن قیمتش خیلی پایین آمده در ایران، به جای اینکه ما اسکریپت استفاده کنیم یا معادن آهن در افغانستان هنوز استخراج نشده، بنابراین مواد خامی که برای آهن استفاده میشه ایران خیلی ارزان میته به افغانستان. در پهلوی ازی قسمتی از مواد کیمیایی، مواد پلاستیکی، چیزی که فعلا از ایران زیاد وارد میشه، مواد خوراکی است، یک قسمتی از بزرگیش از مواد بهداشتی است، ادویه است و مسائل وسایل منازل آقای سمندر، خیل است و گاز است و از این قبیل مسائل. شما اشاره کردین خوب ایرانی ها یک بازار خوب دارن برای خود در درون افغانستان، اما یک سوال دیگه هم هست که صادقانه به عنوان یک همسایه اینا فرصت دادن برای سرمایه گذار ما که در داخل ایران کار بکنه؟ اخیرا در گذشته ما مشکلات خیلی زیادی داشتیم که سرمایه گذار افغان برن به ایران سرمایه گذاری کنن. بعد از ایجاد چابهار یک قسمتی از امکانات فرصت ها مساعد شد، مهیا شد و تعدادی از شرکت های افغانی رفتن در اطراف چابهار سرمایه گذاری کردن. علاقه مندی وجود داره، تعدادی از شرکت های افغانی رو ما میشناسیم که رفتن به ایران سرمایه گذاری کردن، سهولت ایجاد شده. برای شما معلوم است که
بازار ایران یا مارکت ایران نسبت به افغانستان تعداد سهولت ها را داره. ما اینجا برق کافی نداریم، و برق کافی دارن. ما اینجا امنیت کافی نداریم، و امنیت کافی دارن. و یک قسمتی از مواد خام و دارن که ما نداریم، و در پهلوی از مشابقات از وام از ما کده در یک قسمتی از موارد خوبتر است. افغانستان بر شما معلوم است دولت مشابقات لازم مهیا نساخته برای سرمایه گذاری. مثلا ما اصلا هیچ امنیتی نداریم، زیربنا اصلا وجود نداره. برای سرمایه گذاری چیزایی است که شما باید مشابقات ایجاد کنین، شما باید انسنتیو بتین، برای شما باید رقابت، یک چیزی رقابتی بسازین، پکیجای رقابتی. البته افغانستان پکیجای رقابتی به تناسب ازبکستان، به تناسب ایران، به تناسب حتی پاکستان، حتی تاجیکستان همسایه ما، این چنین پکیجا یا مبسته های رقابتی مشفقاتی نداره و کشورهای همسایه ما ایران داره. آقای سمندر، متاسفانه از مواردی که شما یاد کردین، رئیس جمهور افغانستان بار هم تعهد داشت برای سرمایه گذاران ولی عملی نشد. چقدر ناامنی های اخیر در افغانستان یک سوال بسیار مهم هم است که آسیب رسانده به سکتور تجارت افغانستان و سرمایه گذاران وادار شدن به اینکه برای از افغانستان؟ خیلی زیاد تاثیرگذار بوده. برای شما معلوم است که امنیت یکی از عوامل خیلی جدی بوده که سرمایه گذاری را به رکود و با چی مواجه ساخته. ما فعلا همه روزه شاهد هستیم، هفته چند مورد ما شاهد هستیم که سرمایه گذار یا خانواده سرمایه گذار یا اعضای خانواده سرمایه گذار اختطاف میشه، پول گرفته میشه، و وقتی به دولت مراجعه میشه با وجود حمایت های، با وجود همون چیزی که رئیس جمهور میگه یا مقامات میگه، منتها اقدامات جدی نمیشه. این باعث نشده که فرار سرمایه داشته باشیم، فرار سرمایه گذاری داشته باشیم، بلکه عوامل متعدد دیگه هم باعث شده که فرار سرمایه گذاری از افغانستان شود. مشفقات، ما گفتم بستی مشفقاتی نداریم، حمایت لازم نداریم، قوانین خیلی جدی است، سخت است، پروسیجرها خیلی سخت است. برای شما ببینین سکتور معدن افغانستان یک قرارداد فعال نداره، اگر داشتم کلیش به تعلیق و تعلیچی رفته. بنان سرمایه گذاری چیگونه کسی بتانه وقتی که در یک سکتور بیش از 150 و از تعهداتی که همونطور که پیشتر گفتم رئیس جمهور کرده بود یکیش هم عملی نشده؟ این خیلی چیزایی که گفته بود قسمتی از این شد، عملی شد، منتها او بسیار زیاد تاثیرگذار نبوده سر پیشرفت. مثلا مسئله ترجیحات بوده، ترجیح تعرفه بوده، مسائل برق بوده، منتها اصلا برق که وجود نباشه وقتی که شما باز برق ترجیح بتین 6.75 افغانی به جای 12.15 افغانی، وقتی خود برق نباشه و خود مشفقات یا اینسنتیو هم تاثیر نداره، یا مثلا وقتی که شما سلا بتین وضعیت آنقدر وخیم باشه که یک میل سلای شما اصلا کاری کده نتانه، یا وقتی که شما زمین نتین، کرای زمین، اجاره زمین صدها برابر بلندتر از کشورهای همسایه باشه، دیگه چی گونه میتونه یک محیط رقابتی برای سرمایه گذاری ایجاد شه؟ اینجا باید مسئله رقابتی بودن بسته ها خیلی مهم است. ما باید با ازبکستان رقابت کنیم، ما باید با تاجیکستان و کشورهای دیگر رقابت کنیم تا بتونیم پیشتاز باشیم برای جلب سرمایه گذاری. ممنونتان آقای سمندر. باشندگان کابل نسبت به ساخت و ساز ساختمان‌های غیر معیاری در بخش‌هایی از پایتخت انتقاد دارند. آنان از حکومت و شهرداری کابل می‌خواهند تا به گونه جدی در برابر اعمار این ساختمان‌ها ایستادگی کنند. شهرداری کابل اما می‌گوید بر بنیاد فیصله کابینه هم اکنون ساخت و ساز تمامی ساختمان‌ها در شهر کابل متوقف است. بر بنیاد آمار رسمی مکنون 75% شهر کابل ساحیه غیر پلانی است و شهرداری از این پس اجازه ساخت و ساز ساختمان های غیر قانونی را نمیدهد. مراسم 75مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد به دلیل بحران همگیری ویروس کرونا بدون حضور رهبران کشورهای جهان و با ارسال پیام‌های ویدیویی آنها برگزار شد. دبیر کل سازمان ملل خواستار همکاری بیشتر کشورها در مقابله با چالش‌های جهانی شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اما می‌گوید که پایه‌های سازمان ملل متحد فرسوده شده و دیوارهای آن ترک برداشته است. نخست وزیر هند و آلمان اما خواهان ایجاد اصلاحات در سازمان ملل و شورای امنیت شدند. رئیس جمهوری آمریکا اما از فرصت سخنرانی مجازیش برای حمله به چین استفاده کرده و ویروس کرونا را ویروس چینی خواند.
خبر و تحلیل از یکمین قطع بود. ممنون که یک را بیننده هستید. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.